رسم نمودارها. ببینید بچه ها، در ترمودینامیک یکی از سوالاتی که تو کنکور و همچنین سوالات امتحان نهایی زیاد تکرار میشه، یکی از نمودارهای یک چرخه رو به ما میدن و نمودار یا نمودارهای دیگرش رو از ما میخوان. مثلا نمودار پی وی رو میدن، نمودار وی تی یا نمودار پی تی رو از ما میخوان. روش حلش خیلی ساده است، فقط باید دانش آموز نوع فرایندها رو در هر مرحله بدونه. برای نمونه میخوام دو تا مثال براتون حل کنم، اینو مبنا قرار بدید و انشالله به روشی که من دارم بهتون میگم میتونید بقیه رو هم مثل همین حل کنید. پس خوب دقت کنید، ما قرار نیست عدد به دست بیاریم، فقط توصیفیه. یعنی مثلا میگیم فرایند آتاب چه فرایندیه، خب حالا مثلا تو نمودار ویتیش چه شکلی باید بشه. دقت کنید، نمودار پی وی یک گاز کامل مطابق شکل روبروست، نمودار پی تی و وی تی آن را رسم کنید. خب من الان نمودار پی وی رو اینجا دارم، میخوام نمودار دیگرش رو رسم کنم. یکی از اینا رو میخوام براتون رسم کنم. یه چرخه A B C D هست، یه چرخه ای که طی کرده و برگشته سر جای اولش. من میام میگم بچه‌ها، شما نمودار رو یه بار دیگه بکشید برای خودتون، از نقطه A شروع کنید، یکی از فرایندها رو نام ببرید، فرایند A تا B. خب الان نگاه کنید بچه‌ها، فرایند A تا B چه نوع فرایندیه؟ یه فرایند هم حجم، چون حجم تغییر نکرده. خب در این فرایند هم حجم وقتی فشار زیاد بشه معنا و مفهومش چیه؟ معناش اینه که دما هم افزایش پیدا کرده. خیلی خوب، تو وقتی میخوای نمودار رسم کنی، نمودار پی رو بر حسب تی میخوای رسم کنی، در ابتدا یه فشاری داره یه دمایی داره. حالا وقتی در حجم ثابت فشار رو بردی بالا، دما هم به همون نسبت میره بالا، یعنی نمودار تو به صورت خطی افزایش پیدا میکنه. قبلا هم کار کرده بودیم که وقتی نمودارها پی تی هستن یا وی تی هستن، امتداد نمودارهای مورب باید از مبدأ عبور کنه، که الان عبور کرده، رسید به نقطه بی. حالا در فرایند بی تا سی چه اتفاقی داره میفته؟ فرایند بی سی، خب یه فرایند همفشاره. در فرایند همفشار وقتی حجم افزایش پیدا میکنه، معناش اینه که دما هم افزایش پیدا کرده بود. پس بازم میتونیم بگیم چون حجم زیاد شده پس دما هم زیاد شده. پس در فشار ثابت وقتی دما افزایش پیدا کنه، نمودار تو میاد به نقطه چی میرسه؟ به نقطه تی سه یا در نقطه سی قرار میگیره. تموم شد. مرحله بعدی مرحله سی تا دیه. خب می نویسم سی تا دی، حجم ثابته. وقتی حجم ثابت هست فشار کم شده، معناش اینه که دما هم کم شده. پس در فرایند هم حجم با کم شدن فشار، معناش اینه که دما هم داره کم میشه. پس ما ضمن این که فشار رو کم میکنیم، دما رو هم کاهش میدیم، یعنی مورب میایم اینجا به طوری که امتدادش باید از مبدا عبور کنه. رسید به نقطه دی. خب مرحله آخر دی تا آ رو میخوایم بررسی کنیم. از دی تا آ حجم کم شده، فرایند همفشاره. وقتی حجم کاهش پیدا میکنه، فشار ثابته، معناش اینه که بازم دما کاهش پیدا کرده. خب پس بچه ها، از دی تا آ فشار ثابت و دما کاهش پیدا کرد، نمودار ما این شکلی شد. پس یادتون باشه توی امتحان نهایی این مراحل رو باید بنویسید تا نمره کامل بهتون بدن. صرفا شکل رسم کنید نمره میگیرید، ولی نمره کامل بهتون نخواهند داد. دقت کردید؟ بریم سوال بعدی. حالا میخوام نمودار دیگه ای ازش رسم کنم، نمودار ویتیشو. بچه یه مرحله رو همینجوری بریم بقیه رو ذهنی انجام بدیم. آ تا بی چه نوع فرایندی بود؟ فرایند هم حجم. بسیار خوب، حجم ثابته. در حجم ثابت فشار زیاد شده، پس یعنی دما هم زیاد شده. خب پس نموداری که میخوای بکشی چیه؟ نمودار ویتی. در نمودار آ تا ب یا فرایند آ تا ب حجم ثابته، پس من از آ تا ب اومدم، ضمناً دما هم افزایش پیدا کرده. درسته. حالا مرحله بعدی بی تا سی، فشار ثابته. خب حجم زیاد شده، پس حتما دما هم زیاد شده. پس از بی به صورت مورب میریم بالا، به طوری که امتدادش باید از این نقطه عبور کنه. حالا رسیدم به نقطه سی. از نقطه سی تا نقطه دی فشار کم شده، ولی حجم ثابته، پس دما کاهش پیدا کرده. پس در حجم ثابت برمیگردم. از نقطه دی تا نقطه آ فشار ثابته، حجم کم شده. بچه در فشار ثابت حجم و دما رابطه چی دارن؟ مستقیم دارن. پس همینطور که حجم داره کم میشه، دما هم داره کم میشه، برمیگرده سر جای اولش. حالا اگر امتداد اینها رو هم بکشی، امتدادشون باید حتما از کجا عبور کنه؟ از مبدا عبور کنه. اینم شد نمودار بعدیش. پس بچه از روی نمودار میتونه نمودارهای بعدی
به راحتی رسم کنید، به شرطی که هر فرایند رو بشناسید و بدونید که وقتی یکی از تغییرات رو بهت میده دو تای دیگه چجوری تغییر میکنن. پس طریقه رسم نمودارها بود از یک نمودار به نمودار دیگه برسیم. سوال: نمودار پیوی چرخه مطابق شکل است که در آن فرایند آبه همدما است، نمودار ویتی آن را رسم کنید. خب خدا رو شکر آتابه رو برای ما مشخص کرده، یک فرایند همدما است، چون از روی شکل ظاهری نمیتونستیم قضاوت کنیم، ممکنه فکر میکردیم که بیدروه، ولی گفته همدما است. حالا نمودار پیوی رو به ما داده، نمودار ویتی رو از ما خواسته. بسیار عالی، من میام چیکار میکنم؟ مثل قبل مرحله سی تا آ یکی که میخوایم بریم جلو، از سی تا آ فرایندمون هم حجم، حجم تغییر نکرده. در فرایند هم حجم فشار زیاد شده، وقتی فشار زیاد شده فشار با دما رابطه مستقیم داره، پس دما هم زیاد شد. حالا اگه نمودار بکشم، من در ابتدا در نقطه سی قرار داشتم، یه دمایی داشتم، یه حجمی داشتم، در حجم ثابت اومدم دما رو افزایش دادم، پس نمودار من این شکلی خواهد شد، میاد تا این نقطه، تا چی دو رسید به نقطه آ. از نقطه آ تا نقطه B چه نوع فرایندیه؟ در فرایند همدماست. وقتی همدما باشه بچه، از آ تا B حجم وقتی زیاد بشه فشار چی پیدا میکنه؟ کاهش پیدا میکنه. پس حجم زیاد شد، فشار کاهش پیدا کرد، پس من میتونم فرایند همدما رو صاف بکشم به سمت بالا تا برسم به نقطه B. از نقطه B تا نقطه C چه اتفاقی میفته؟ شما بگید. فرایند همفشار. در فرایند همفشار اگر حجم کم بشه معناش اینه که دما هم کم شده، پس میتونیم بگیم کاهش حجم معناش اینه که کاهش دما داشتیم، پس نمودار ما ضمن این که حجمش داره کم میشه دماش هم کاهش پیدا میکنه. باز تاکید میکنم در اون انتها امتدادش باید حتما از مبدأ عبور کنه. پس اینم شد یک نمونه دیگه از سوال امتحانی. سوال بعدی: نمودار ویتی چرخه مقابل را رسم کنید. بچه ها نمودار پیوی رو به ما داده، دارای چهار مرحله است: آ تا بی، بی تا سی، سی تا دی و دی تا آ. حالا من میخوام نمودار ویتیش رو رسم کنم. میام میگم بچه ها مثل قبل اول نمودار رو بررسی کنیم، از آ تا بی چیه؟ یه فرایند همفشار. خب در فرایند همفشار وقتی حجم افزایش پیدا کنه، خب معنا و مفهومش اینه که دما هم افزایش پیدا کرده. چرا؟ چون در فشار ثابت حجم با دما رابطه مستقیم داشت. یعنی وقتی شما نمودار ویتی رو میخواید رسم کنید، هر دوشون دارن تغییر میکنن، پس نمودارش این شکلی میشه تا میرسه به نقطه B. حالا در مرحله بعد از B تا C چه نوع فرایندی؟ همدما. خودش گفته در فرایند همدما اگر حجم کم بشه معناش اینه که فشار زیاد شده. چرا؟ چون پی با وی رابطه عکس داشت. حالا اگه بخوام نمودار رو رسم کنم، وی قرار کم بشه، دما هم تغییر نکنه، میاد اینجا میرسه به نقطه سی. حالا بچه ها فرایند سی تا دی بازم همفشاره، حجم کاهش پیدا کرده. کاهش حجم معناش اینه که در فرایند همفشار وقتی حجم کاهش پیدا کنه یعنی دما هم کم شده، پس مجددا دما رو کم میکنیم، حجم رو هم کم میکنیم، یعنی به صورت مورب میایم تا اینجا، به طوری که امتدادش باید از کجا عبور کنه؟ از مبدا. حالا رسیم به نقطه دی، مرحله بعدی دی تا آ رو میخوایم بررسی کنیم. بچه ها فشار اومده پایین ولی حجم تغییر نکرده، پس در فرایند هم حجم اگر فشار کاهش پیدا کنه معنا و مفهومش اینه که دما کاهش پیدا کرده، پس دما کاهش پیدا کرد، فشار هم کاهش پیدا کرد، پس فرایند دی تا آ یه خط صاف میشه. پس اگه نمودار رو من امتدادش رو هم رسم کنم، نمودار من کامل شد. پس نمودار پی وی اون چرخه، نمودار ویتیش یه همچین شکل شمایلی رو به ما خواهد داد.